مرکز جهانی آیت الله العظمی شیرازی و مرکز اسلامی ایرانیان که مقر آنها در شهر مونترال کانادا است، در همکاری مشترکی میزبان برگزاری مراسم اربعین حسینی خواهند بود. سخنران این مراسم که قرار است روز جمعه 16 سپتامبر 2022 ساعت 8 تا 10 شب برگزار شود، حجت الاسلام و المسلمین شیخ صالح سیبوی از وکلای بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامز الله است. در این مراسم مداح نوجوان میرزا احمد سیبوی هم به مدیح سرایی خواهد پرداخت. دولت عراق روز یک شنبه 21 صفرالاحزان، روز بعد از اربعین حسینی را تعطیل رسمی در سراسر این کشور اعلام کرد. دبیرخانه شورای وزیران عراق اعلام کرد که روز یک شنبه آینده در سراسر این کشور تعطیل رسمی است. رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش ایران گفت دروس عمومی از کنکور سراسری حذف شد. این موضوع به معنی حذف سهم دروس عمومی نیست و سهم آنها در سوابق تحصیلی لحاظ خواهد شد. وی همچنین افزود از سال آینده کنکور سراسری دو بار در سال برگزار می شود و نتایج آن به مدت دو سال برای داوطلبان حفظ خواهد شد. هر ساله به تعداد افرادی که از ادیان مختلف در مراسم اربعین حسینی حضور می‌یابند افزوده می‌شود. امسال نوه نلسون ماندلا و نوه مهاتما گاندی، دو چهره بزرگ سیاسی و آزادی‌خواه جهان، نیز برای خدمت رسانی به زائران حسینی در عمود 833 حضور یافته و جلوه‌ای دیگر از عشق به ابا عبدالله حسین علیه السلام را به نمایش گذاشتند. شیعیان اهل بیت علیهم السلام در شهر سنت مریز در ایالت آلاسکا در آمریکا قصد دارند در روز اربعین مراسم پیاده‌روی با شکوهی برگزار کنند. در بیانیه برگزار کنندگان این مراسم که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسیده آوردند، این مراسم پیاده‌روی روز شنبه 20 صفرالاحزان با حضور انبوه شیعیان بعد از نماز مغرب از مقابل مسجد امام رضا علیه السلام برگزار خواهد شد. یک دادگاه هندی موافقت خود را برای بررسی یک موضوع اختلافی میان زنان هندو و مسلمانان اعلام کرد. خبرگزاری رویترز اعلام کرد دادگاهی در هند با رسیدگی به دادخواست گروهی از زنان هندو برای دریافت حق عبادت در مسجدی که معتقدن محل معبد هندو هاست موافقت و درخواست مسلمانان برای کنار گذاشتن این دادخواست را رد کرد. مسئولان محیط زیست مصر اعلام کردند که آفریقا آسیب پذیرترین قاره در برابر تغییرات آب و هوایی است. در همین حال محمود محی الدین، یکی از مسئولان محیط زیست مصر، نیز طی اظهاراتی گفت کشورهای توسعه یافته در موضوع تغییرات آب و هوایی در قبال آفریقا سهل‌انگاری بسیاری داشتند. سازمان بهداشت جهانی نسبت به گسترش شیوع وبا در کشور جنگ زده سوریه هشدار داد. سازمان بهداشت جهانی در گزارش اعلام کرد خطر شیوع گسترده بیماری وبا در سوریه بسیار بالا است و این موضوع پس از آن ایجاد شد که اواخر هفته گذشته برای نخستین بار از سال 2009 تا کنون چند مورد وبا در برخی استان‌های سوریه گزارش شد.